نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد. متبرک باد نام تو. گرمترین سلام‌ها و پرشورترین تبریک‌ها به مناسبت 53 سالگرد تأسیس سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران. امروز سال روز یک آغازه. سال روز تولد رزمی بی‌امان و پایداری بی‌نظیر در تاریخ ایران برای آزادی. زیبایی و عظمت این تابلو پرشکوه در اینه که اتفاقاً در تاریک‌ترین شب‌های این میهن شراره‌های امید و رزم این مقاومت شعله گرفت. بیش از نیم قرن توطئه و جنایت و فشار نتونست شعله‌های اون رو خاموش کنه، بلکه اوج گرفت تا به امروز رسید. و امروز این نام پر افتخار در قله‌ای از فدا و ایستادگی به پیش می‌تازه، به خصوص که این روزها با تکثیر آرمان هزار اشرف پیروزی نزدیکتر از همیشه است. پنجاه و دو سال مقاومت، ایستادگی، مجاهدت، فتح قله‌های فدا و پاشبازی، سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بر همه اشرف نشانها در سرتاسر جهان فرخنده باد. مجاهدان راه آزادی از اندیمش، درود بر مریم، درود بر مسعود، شهریور 96. دست مریضات و درود به جوانهای بانه که در برابر نیروهای سرکوبگر حکومتی ایستادن. این روزها بانه صحنه مقابله مردم مظلوم و با غیرت با حکومتی خونریز و جنایتکاره. این اعتراضات بعد از قتل دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی رژیم شروع شد. یکی از اونها به اسم حیدر فرجی فقط 21 سال داشت و قادر بهرامی 41 ساله و پدر 4 فرزند. قتل این دو کولبر که حتی بار قاشقی هم نداشتن باعث خشم و اعتراض گسترده مردم شد. اونها جلوی فرمانداری تجمع کردند، درها رو شکستن و وارد شدند و خواهان شناسایی جنایتکاران و مجازات اونها شدند. اعتراضات گسترده مردم به قتل رژیم رو به وحشت انداخته که عضو مجلس از بانه وثقز به این موضوع اعتراف کرده و گفته این افراد عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند. واقعیت این است که حتی اگر این افراد کالایی را حمل می‌کنند، دلیل نمی‌شود که کشته شوند و این در حالی است که این حوادث منجر به جریحه‌دار شدن احساسات مردم کردستان و دیگر مناطق کشور می‌شود. هرچند که موضوع‌های حکومتی به مردم شلیک مستقیم کردن و هرچند که توی خیابون تیربار راه انداختن، اما اعتراضات ادامه پیدا کرد. مردم خواهان توقف هر نوع شلیک به پولبران، مجازات قاتلان و جنایتکاران، پرداخت خسارت به خانواده‌های اونها و ایجاد اشتغال یا بیمه بیکاری برای پولبران و متقاضیان کار شدن. بله، دیگه دوره آتش به اختیاری ولی فقیه و دور دستش به پایان رسیده. جوانهای بیدار و با غیرت ایرانی ایستادن و بانه تنها نیست. هر روز که میگذره گام جدیدی در راستای پیشرفت جنبش دادخواهی برداشته میشه. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به تخریب مزارهای جمعی در اهواز هشدار داد و از کارگزاران حکومتی خواست این کار رو متوقف کنند. در بخشی از این بیانیه اومده شواهد موجود در این گورهای جمعی میتواند با بولدوزر انداختن این محوطه از بین برود. همچنین خانواده‌های قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت، رسیدگی عادلانه، جبران خسارت از جمله حق خاکسپاری عزیزان خود محروم می شوند. جنبش دادخواهی این روزها به کارزار گسترده بین‌المللی تبدیل شده. صدایی بود که خاموش می خواستندش، اما امروز میشه تکثیرش رو از هر جایی شنید. رژیم طی این مدت خیلی تلاش کرد که با انکار این جنایت یا با مشروع کردن اون و یا با تخریب مزارها و از بین بردن آثارش اون رو کمرنگ کنه. اما هر بار دستش رو شد
و تلاشهاش روی سر خودش خراب شد. بدون شک به زودی با همکاری همدیگه و با پیشرفت این کارزار هدف نهایی و محاکمه قاتلان هم محقق خواهد شد.